کلینیک شنوایی نوبل در وست ونکوور با مدیریت دکتر رحیم قنبری. ما در کلینیک شنوایی نوبل در وست ونکوور آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه شنوایی و سمک هستیم. شماره 1475 مارین درایو، تلفن 604-281-1475. من مهناز کاووسی هستم، مشاور املاک از شرکت ریمکس ماسترز. مهناز کاووسی، مشاور املاک در ونکوور بزرگ، ارائه دهنده خدمات خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، تلفن 604-779-4146. خوشبختی ثمره آگاهی است. این شعار ما در کلینیک روان درمانی و مشاوره خانواده است. من پوران پور اقبال با همکاری یک تیم 10 نفر از متخصصین در خدمت فارسی زبانان عزیز در ونکوور بزرگ هستم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون آریا، من علیرضا فدایی هستم، مشاور امور مالی و نویسنده کتاب پرسونال فایننس مستری. امروز راجع به کریدیت کارت یا کارت‌های اعتباری می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. به تجربه برای من ثابت شده که کارت‌های اعتباری با توجه به راحتی زیادی که دارن و خصوصیات خیلی خوبی که دارن که بهشون میپردازیم، متاسفانه اگر درست استفاده نشن باعث مشکلات زیادی در مسائل مالی خواهند شد. کارت اعتباری، کارت‌های اعتباری به صورت امروزی که برای عامه مردم به صورت انبوه بخواد استفاده بشه، تقریبا از دهه 70 شروع شد در کشور آمریکا. سه تا شرکت بسیار بزرگ هستند: شرکت ویزا، مسترکارد و امریکن اکسپرس، که احتمالاً اسمشون رو قاعدتا باید آشنا باشیم باهاشون. عرضم به حضورتون که کارت اعتباری میاد، کارتی هستش که به شما یک رقمی رو اختصاص میده به عنوان اعتباری که پولی که شما در واقع ندارید و میتونین از این پول استفاده بکنین و بعداً پرداخت بکنین به این کارت. در واقع مثال عرض میکنم، مثلا شما یک جنسی خریداری میکنین به مبلغ $500 یا $1000 که شما کش براش پرداخت نمیکنید، پول نقد براش پرداخت نمیکنید. معمولاً حدود 21 روز شما وقت دارید که این پول رو به کارت اعتباریتون برگردونید، پرداخت بکنید بدون اینکه هیچ بهره‌ای بخواین پرداخت بکنید. متاسفانه مشکل از اونجا شروع میشه که بسیاری از افراد از این پولی که در واقع ندارن استفاده میکنن و میخوان که فقط اون مینیموم پیمنتی که بسته به کارت‌های مختلف متفاوت هستش که 2% یا 3% اون بالانس یا اون رقمی هستش که استفاده کردن رو به صورت ماهیانه میخوان بپردازن، اون کار رو میخوان انجام بدن و متاسفانه بهره هایی که روی این کارت های اعتباری هستش رقم بسیار بالایی هستش. بسیاری از این کارت های اعتباری نزدیک 19% بهره روشون تعلق میگیره. حضورتون عرض کنم که و در مورد یک سری کارت های دیگه هستن که توسط یک سری از فروشگاه های زنجیره بزرگ اهدا میشن که اونها که رقم 28 تا 29% بهرهشون هست، ولی خب اون کارت ها رو شما فقط میتونید در اون فروشگاه های خاص استفاده بکنید. حضورتون عرض کنم که با توجه به مشکلات زیادی که این کارت های اعتباری میتونن به وجود بیارن که حتما بهشون میپردازیم و اینکه چی کار بکنیم که این مشکلات برای شما ایجاد نشه، متاسفانه این یک مقدار ترس ایجاد میکنه در برای یک سری از دوستانی که اصلا طرف این کارت ها نمیرن و ما میگن که خب ما اصلا این کارت ها رو احتیاج نداریم. من اگر اجازه بدین بیام اول از خوبی های این کارت ها برای شما صحبت بکنم. اول اینکه
بسیار استفاده از این کارت ها راحت هست. من یک سری نمونه هایی برای شما بگم. شما اغلب بخواین هتلی برین یا عرضم به حضورتون که بخواین ماشینی کرایه بکنین جایی در موقع مسافرت، این کارت اعتباری را از شما میخوان. اگر بخواین که خریدی به صورت از فروشگاه های آنلاین یا مجازی انجام بدین که خب خیلی زیاد انجام میدیم این کار رو، مخصوصا این روزها احتیاج به این کارت اعتباری هستش. و مهمتر از همه اینها، احتمالا اگر شنیده باشین اینجا میگن که باید از روز اول شروع بکنین، کانادا شد که تشریف آوردین، کردیت خودتون رو یا اعتبار خودتون رو بسازین. یکی از راحت ترین کارهایی که شما میتونین انجام بدین استفاده صحیح از این کارت ها هست و پرداخت به موقع به این کارت ها. که این کارت ها عرضم به حضورتون که این شرکت ها به مؤسسات اعتباری و مؤسسات مثل ترانز یونیون یا اکویفاکس که به قول معروف کردیت ریپورت یا کردیت بیورو یا اون رقم یا نمره‌ای که شما برای اعتبارتون هر کسی داره، این موارد رو به اینها ریپورت میکنن، به اینها گزارش میدن و باعث میشه که کردیت شما یا اعتبار شما بالا بره. هر چقدر که شما استفاده بکنید، به موقع پرداخت بکنین این کارت ها رو، اعتبار شما به مراتب و در طول زمان ساخته خواهد شد. در کنار امتیازات بسیار خوبی که این کارت های اعتباری دارن، اگر درست استفاده ازشون نشه متاسفانه مشکلات مالی زیادی میتونن ایجاد بکنن. من به چند تا نکته احتیاج اشاره میکنم که یک سری اشتباهات رایجی هستش که دوستان این اشتباهات رو تکرار نکنن. یکی از مسائلی که من خیلی باهاش برخورد کردم این هستش که ببینید، چون این کردیت کارت یا اعتبار پولی هستش که شما در واقع ندارین به صورت نقد، متاسفانه خیلی از دوستان میان از این اعتبار یا از این لیمیتی که دارن روی کارتشون استفاده میکنن و چون اون مینیمم پیمنت یا حداقل پرداختی که شما باید به صورت ماهیانه انجام بدین فقط 2 یا 3% اون رقمی هستش که شما استفاده کردین از کارتتون و قاعدتا رقم کوچکتری هستش، متاسفانه این رقم چون خیلی راحت هستش برای اکثر مردم پرداختش، متاسفانه فقط بسنده میکنن به این رقم حداقل رو پرداخت کردن و اون بالانسی که روی کردیت کارتشون در واقع بدهی دارن با نرخ بهره های بالا، اون میاد بسیاری رقم قابل توجهی رو هر چقدر که بخوان این بهره رو پرداخت بکنن، متاسفانه میاد این بهره تا مدت طولانی میمونه اونجا. تصور بکنین شما مثلا $10,000 روی کردیت کارتتون اگر استفاده کرده باشین و فقط مینیمم پیمنتش رو بدین، تصور کنین که 19% در سال معمولا روی اکثر کردیت کارت ها شما این بهره رو باید پرداخت بکنین، که من مطمئنم موافق هستین که رقم واقعا قابل توجهی هستش که شما در واقع پول رو دارین دور میریزین. بهترین روش استفاده از کردیت کارت این هستش که شما واقعا فکر بکنید که این پولی هستش که من دارم واقعا به عنوان پول نقد، از کردیت کارتم استفاده میکنم و کامل این پول رو ظرف اون 21 روز یا زمانی که اون استیتمنت یا صورت حساب شما رو برای شما میفرستن به صورت کامل پرداخت بکنید. بهترین نحوه استفاده از کردیت کارت این هست. چند نکته اساسی هست که اعتبار شما رو در واقع خراب میکنه. همونطوری که عرض کردم، کردیت کارت و پرداخت به موقعش، استفاده درست و پرداخت به موقعش میتونه به اعتبار شما کمک بکنه. چند نکته اساسی هستش که شما واقعا باید برحذر باشه. یک، باید کردیت کارتتون رو به موقع پرداخت بکنین. حداقل اون حداقل پرداخت رو حتما باید انجام بدین
من تا اونجایی که اطلاع دارم شما میتونین که با حالا از طریق اون کردیت کارت کمپانی اصلا تنظیم بکنید که حداقل اون رقم حداقل رو از حساب بانکی شما پرداخت بکنن یا اصلا کل اون رقمی که شما بدهکار هستین روی کردیت کارتشون رو کامل پرداخت بکنن، که این خب خودش خیلی راحت تر میکنه کار رو، اینکه شما یک موقع فراموش بکنین نتونین یادتون رفته باشه پرداخت بکنین دیگه اون مشکل برای شما وجود نخواهد داشت. و از اون لیمیتی که یا سقف اعتباری که به شما دادن هیچ دلیلی نداره شما بخواین از همه اون استفاده بکنین. شما اگر رقم زیادی روی کارت اعتباریتون بدهی داشته باشین به مدت طولانی، این هم میاد اعتبار شما رو در واقع خراب میکنه. عرضم به حضورتون که و یک نکته دیگه که من بخوام یه راهنمایی خیلی ساده بکنم، کارت اعتباری یک دونه واقعا کافیه. من خودم از زمانی که توی این کشور اومدم یک دونه همیشه من یک دونه کارت اعتباری بیشتر نداشتم. وقتی که شما بیان چند تا کارت اعتباری داشته باشین و کاملا اینو متوجهم که زمانی بود فقط خب بانک ها به شما کارت اعتباری پیشنهاد میکردن، الان شما تقریبا هر فروشگاه زنجیره‌ای که برین به شما کارت اعتباری میخوان پیشنهاد بکنن، هیچ دلیلی نداره که شما این پیشنهادات رو بخواین قبول بکنین. چون به تجربه من دیدم متاسفانه وقتی که این کارت‌های اعتباری تعدادشون زیاد میشه و حالا این فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شما میگن که آقا از کارت ما استفاده بکن، اینقدر تخفیف بگیر، این یکی فروشگاه اینقدر تخفیف بگیر، متاسفانه وقتی که بدهی‌های شما زیاد میشه روی این کارت‌های مختلف، مدیریت کردن پرداخت این کارت‌های اعتباری برای شما سخت‌تر خواهد شد و در موارد خوب خیلی حاد و متاسفانه خیلی بد موردهای بدی من دیدم که از این کارت استفاده میکنن که پیمنت یک کارت دیگر رو بخوان انجام بدن، از اون کارت استفاده میکنن، یعنی واقعا میشه یک زنجیره که واقعا فقط شما داره اعتبار شما رو خراب میکنه. همین نکات بسیار ساده رو شما رعایت بکنید، هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد. یک دونه کردیت کارت، پرداخت به موقع، و خاطرتون باشه این پولی هستش که بدهی شما هست و باید به موقع پرداختش بکنین. اگر به هر دلیلی نتونستین رقم کامل رو پرداخت بکنین، حتما اون حداقل پرداخت رو بپردازین. من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده که انشالله در مورد بیمه های مختلف صحبت بکنیم. کلینیک شنوایی نوبل در وست ونکوور با مدیریت دکتر رحیم قنبری. ما در کلینیک شنوایی نوبل در وست ونکوور آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه شنوایی و سمک هستیم. شماره 1475 مارین درایو، تلفن 604-281-1475. من مهناز کاووسی هستم، مشاور املاک از شرکت ریمکس ماسترز. مهناز کاووسی، مشاور املاک در ونکوور بزرگ، ارائه دهنده خدمات خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، تلفن 604-779-4146. خوشبختی ثمره آگاهی است. این شعار ما در کلینیک رواندرمانی و مشاوره خانواده است. من پوران پور اقبال با همکاری یک تیم 10 نفر از متخصصین در خدمت فارسی زبانان عزیز در ونکوور بزرگ هستم.
خیلی خوشحالم شما رو ما داریم برای کنسرت. خیلی زیبایی داشتین، لذت بردیم از اجراتون، از کارتون. چند روز ونکوور هستین؟ یک هفته است. بله قبلا هم ونکوور پس من بودیم. بله چند بار بودم، اولین بار اینجا با گروه لیال آمدم که برنامه داشتیم و بعدم دفعه قبل هم که باز اینجا بودم با گروه وشان اولین کارمون رو اجرا کردیم توی اون پرفورمن بوکس که بیشتر اودینسمون هم کانادایی بودن. و دیگه این بار که این برنامه رو واسه این اکسپلوریشن اجرا کردیم فستیوال و به هر حال کار تازه است. عنوان این کنسرت یا این برنامه چی بود؟ عنوان خاصی برش برگزید؟ عنوان که نه، واقعا عنوان خاصی نیست، فقط اینکه این کار عملا با سه تا شعر مولانا که ما البته برای این اجرا آواز اولش رو فقط کوتاه کردیم، بعد اون کار ریتمیک رو اجرا کردیم. شروع میشه که همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم. بعد با غزل بعدی شروع میشه که مطلعش اینه: تیز دبم تیز دبم تا به سواران برسم، نیست شبم نیست شبم تا بر جانان برسم. و با یه شعر دیگه تعقیب میشه که با مطلع دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، کنون عزم لقا دارم، من اینک رخت بربستم. و بعدش هم ادامه پیدا میکنه با دو تا کار بلوچی که سرکار خانم فتی هنری میخونن که بسیار نازنین میخونن، بسیار صدای زیبایی دارن، همراه گروه وشان به سرپرستی آقای رضا هنری این کار اجرا میکنن که منم با اونجا تو قسمت کلابوریشن کردم، همراهی کردم و به قول معروف تونستیم کارو جمع کنیم و اجرا کنیم. بعضی جاهای دیدم که شاید کلمه قبالی رو هم حتی براش به کار بردن. خودتون چقدر قائل هستین به این عنوان برای این نوع کاری که شما انتخاب کردین؟ و ببینید، من از یه تجربه خیلی مختلف از یه جایی رسیدم به این موسیقی. خب من پاپ میخوندم، ولی خب بعد از انقلاب دیگه پاپ نخوندم، رفتم به تجربه کردن، یعنی رفتم دنبال این که ببینم کارهای دیگه میتونم تولید بکنم. خوب کارهای متعدد کردم، به آلبوم های مختلف، آب، رنگین کمان، واقعه. البته واقعه درست مال زمان انقلابه. و توی این تجربه ها خب هم بیشتر مطالعه کردم تو کار موسیقی، هم بیشتر مطالعه کردم در ادبیات. خب این تلفیق این دوتا با هم دیگه خب منو خب خیلی کمک کرد. بعد حالا دیدم که هنوز میشه یاد گرفت، کارهای جدید یاد گرفتم، ساز جدید یاد گرفتم، مثل همه خودم مثلا ستار میزنم. ولی خب اینا باعث شد که خب من به موسیقی سنتی که همیشه تو گوشم بود و همیشه از صبح که پا میشدیم با قول معروف اون موزیک صبح بخیر ایران، به قول معروف بیدار میشدیم، موسیقی سنتی
اینی که تو این تجربه من دیدم که خیلی از کارهامو میتونم پایش رو بذارم رو ملودی خیلی ایرانی و یواش یواش معتقد شدم به اینکه اگر پاپ هم هست باید ریشش ایرانی باشه. و به تبع خب به موسیقی ایرانی نزدیک شدم، یاد گرفتم و به موسیقی قوالی خیلی علاقمند بودم همیشه، اونو تعقیب کردم، شروع کردم به فلبداه خوندن شعرهای مختلف در نواها و نغمه‌های مختلف و به تبع یه حاصلی ازش الان بیرون اومده که من واقعا هم اینو قبلن هم اعلام کردم دوست می‌داشتم قوالی رو من همیشه و الان واقعا دارم تجربه میکنم این کارو عملا. طبیبی ندارد بیمرضی تب و دوا، هیچ طبیبی ندارد بیمرضی تب و دوا، من همگی درد شود، من همگی درد شود تا که به درمان برسم، تا که به درمان برسم. هیچ زمان هیچ زمان تا به سوالان میدونید من چون موسیقی غربی کار کردم، من از اپرا شروع کردم در حقیقت، من موسیقی هارمونیک من شروع کردم، موسیقی که تنظیمای بزرگ هست برای ارکستر بزرگ و انواع هارمونی، تو این تجربه هارمونی کردن حتی اومدم من خیلی هارمونیای مدرن دارم تو کارام، به خصوص کارهایی که با استاد پروفسور کامران خاشه کردیم یا با آقای جمشید باستانی، خیلی آکوردهای به قول معروف هنجار و ناهنجار دارم. این است که من اون مجموعه موسیقی رو دیدم که خب بین‌المللی‌تر اونجوری شنیده میشه. موسیقی سنتی ایران رو من هیچ نوع سرنظری نمیتونم راجبش بکنم، برای اینکه یک گنجینه است، یه هریتیجه و من هر چی بخوام راجبش حرف بزنم حرف اضافی است، استاداش هستن و دفاع میکنن ازش و نظریه میدن. ولی من تجربه‌ای که کردم رو این کار دیدم که میشه، یعنی اگر گناه کبیره نشه میشه که لحن تازه‌ای وارد این موسیقی کرد و کوششم که من میکنم تقریبا اینه. دلا مشتاق دیدارم طبیب و عاشق و مستم، دلا مشتاق دیدارم طبیب و عاشق و مستم، گمنون از ملقا دارم بربستم. اشعاری که انتخاب شده بود اون سبقه عرفانی توش کاملا مشهور بود. بله بله، در واقع اون در واقع اصلا عشقه، عشقه عرفان بله. خب با عشق اصلا بله. عشقی که در واقع در جستجوی بله. معنا هست. میخوام ببینم که چقدر انتخاب شما مبتنی بر آگاهانه بوده برای این کاری که اجرا کرد؟ شدیداً آگاهانه بوده، شدیداً آگاهانه بوده، یعنی واقعاً شعرها انتخاب شدن، شعرها روش فکر شده. البته اولین اجرای این اشعار فلبداه هم
یعنی توی لحظه ای ما داریم ساز میزنیم و میخونیم اینا، جوهر این کار ریخته میشه. بعد موقعی که این کار انجام میشه، خب با دقت کلمات انتخاب میشن و کنار هم قرار میگیرن، برای اینکه ما یک موضوع رو توی این کار قوالی همیشه تعقیب میکنیم و همیشه هم برمیگردیم به سر جامون به قول معروف، چون در حقیقت دچار یک مانترا و یه ذکر نهفته هستیم تو این کار، و اون است که به حال چی میگن خمیرمایه اون موسیقی قوالی و عرفانی. کلام آخرین کتاب نفس داریم، یاد میگیریم و تا نفس داریم اون چه که یاد گرفتیم و سعی میکنیم ارائه کنیم. من کارم اینه.